برحال چون میگم توی ایران همه چیز صابر وجود داشته یه جور توجه تر اسلام صابر که این هم پرانی بگیر شد بلاخره ما حکومت اسلام صابر داشتیم و با بعضی ها صحبت میکنیم حکمشون همینه میگم بسیار خوبه اشکالات زیاده یک دوتا نیست گاهی اصلا وقتی میری با آنها صحبت میکنی از شما بیشتر میدونن بیشتر هم ناراحتن اما در اینا میگه خب چی؟ حالا اینا اگر از بین برن بعد کیا خواهند میاد؟ خواهند آمد بعد کسانی که بیان خب بالاخره اینا هستن چون این جور علما هم معمولا نگاه فرمالیستی به دین دارن دیگه میگه خیلی خوب وقتی اینا هستن باز یه مسجدی هست یه نماز جماعتی هست بالاخره از تو رادیو تلویزیون یه اشهد الله ولی اللهی میشه میشنویم اما دیگران بیان اینا چه خواهند کرد؟ حالا در جنبندی به این موزن اشاره خواهند کرد بنابراین بخشی از علما علمایی هستن در حکومت هم. از منافع اون استفاده میکنند بخشی هم به حکومت مذهبی و الاتفاقی اعتماد ندارند ولی طبق همون نظام سنتی خودشون ساکتن ملاحظه میکنند ملاحظات خاصی که خودشون از نظر سنتی دارند از گذشته تا حالا مثلا از این افراد میتوانیم وحید و خراسانی رو نام ببریم نمیدونم برای شما چقدر از مراجع علمای قم رو میشناسید حتی شاید نشناسید بهتر باشه میگه رحمت‌الله طالبانی دوستمون آقای مهندس صحابی همیشه نقل قول میکنه گفت آقای طالبانی همیشه به ما میگه بین علما خیلی نزدیک نشید برای اینکه وقتی نزدیک بشید ارادتتون از دست میدید از همون دور ارادت به وزید بهتر بنابراین شاید نشناسید بهتر برای یکی از علمای خیلی معروف یکی از مراجع یکی از فقهای با هم برجسته الله وحید خراسانی الان در قم از مراجع درجه اول هست و حوزه دستشان خیلی قوی و نیرومنده واقعا بنده به عنوان یک آشنا با فقه میگویم که معتقد بودم و اصلا که در حوزه دو نفر بودن شاید همتراز بودن از در فقه صفت فقه ها یکی وحید خراسانی یکی آقای منتظری این دوتا در فقه سنتی حوزوی ما برجسته بودن و ما فراتر از این دو نفر نداشتیم حالا الان آقای منتظری نیست فراتر از آقای وحید خراسانی از در فقاهت ما در قم نداریم خب آقای وحید خراسانی همین به دلیل اینکه هیچ موضعی نمیگیره حکومت هم خیلی ازش تبلیغ نمیکنه به خصوص به نفع حکومت علیه هم چیزی نمیگه علیه حکومت هم چیزی نمیگه به همین دلیل حکومت هم بهش کاری فعلا نداره به خاطر اینکه فعلا ساکت است و آرام است خب ملاحظاتی که شما الان با آقای وحید خراسانی صحبت کنید آقا این چرا چنینه اون چرا چنینه این مملکت این چنینه این اتفاق افتاده اون ظلم شده اون جنایت شده فلان شما حرفتون چیه خب اگر اعتماد نکنه هیچ حرف نمیزنه چون از شیوه های علما اینه دیگه اعتماد اگر نکنه چی نمیگه بعد الحمدلله ان شاء الله افتاد اول اسلام شما صبر کنید ان الله مع الصابرین خب اگر نه یکم اعتماد بکنه بدون که حرف جای دیگه نمیگی ممکنه درد دل پیشتون بکنه یا یه وقتی ممکنه از باب تقیه خب از قدیم علما گفتن از تقیه و دینی و دین آبایی ممکنه خلاف عقیدشان بگه ولی به هر حال ملاحظاتی دارن دو تا ملاحظه را خدمت شما گفتم دیگه یکی همون ملاحظه حفظ حوزه هاست یکی همین که بعد از اینها چه خواهد شد و حالا اون ملاحظه مالی اینها خب از برنامه تا اینهایی که ساکت هستن بازم به نوعی از رانت حکومت به امکانات حکومتی استفاده میکنن یا مثلا آرتور از سیستانی هست حتی ایشان در ایران نیست به تا حدی که من شنیدم بیشترین مقلد در ایران آرتور از سیستانی داره بنابراین ایشون هم به یک معنا مرجع داخل ایران هست و خب بعد از این حوادث بسیار بسیار بحث مطرح بود من تو لندن بودم بعضی از همین جوانان سبت من گفتن که ما میخواه بره دفتر آتولا سیستانی چون ایشون دفتر آتولا خویی رو داره در لندن یکی از مراکز اقتصادی بسیار مهم لندنه مسلمان ها و اینها گفتن ما میخواه بریم اونجا با نمایندی آتولا سیستانی صحبت کنیم و بگیم که شما با ما بیانیم و برها شما به عنوان فردی که خودی تلقی میشید با بیاین که اینا صحبت کنید فلان با گفتم آقا میام با شما ولی فایده ای نداره به خاطر آقای سیستانی من خیلی ارادت دارم با آقای سیستانی یکاش علمای ما مثل آقای سیستانی در عراق عمل میکردن من خیلی ارادت دارم با آقای سیستانی ولی گفتم آقای سیستانی در ایران یه ملاحظاتی داره آخه ایشون که نمیتونه که وارد این قضایا بشه بره اگر حالا فهم نشد که ما بریم اونجا